سلام، خوش اومدین به 145مین شماره از روزنامه توپ. امروز چهارشنبه 10 خرداد ماه، به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم. ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید. برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید، میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید. در انتها هم اگه از ویدیو لذت بردید، یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید. یک تیر و دو نشان سرخ‌ها. پرسپولیس فاتح سگانه. تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در چارچوب فینال جام حذفی و در 101مین داربی تاریخ با پیروزی 2-1 مقابل استقلال به قهرمانی برسه. دو گل پرسپولیس رو در این بازی مهدی ترابی در دقیقه 30 و امید علیشاه در دقیقه 115 وقتای اضافه به ثمر رسوندند و گل استقلال رو هم محمد حسین مرادمند در دقیقه 90 به اضافه 11 وارد دروازه حریف کرد. با این پیروزی پرسپولیس به 7مین قهرمانی خود در جام حذفی رسید و با رکورد استقلال برابری کرد. سرخپوشان پیش از این جام قهرمانی لیگ رو هم به دست آورده بودند و حالا با فتح جام حذفی طبق قوانین سازمان لیگ، کاپ سوپر جام هم به این باشگاه اهدا خواهد شد. درگیری شدید بین ملی پوشان سرخابی در داربی. در دقیقه 67 داربی جام حذفی، روزبه چشمی شدیداً با مهدی ترابی درگیر شد. بعد از این صحنه، درگیری شدید بین ترابی و چشمی شکل گرفت که چشمی خطاب به ترابی گفت حرف نزن، فوتبال بازی کن. در ادامه علی نعمتی به سمت چشمی حمله کرد و نزدیک بود کار به کتک کاری برسه، اما داور و عوامل دو تیم مانع از درگیری شدند. واکنش‌های باور نکردنی ساپینتو به کارت قرمز. پس از گل دیرهنگام استقلال در ثانیه‌های پایانی وقت‌های قانونی بازی، محمد حسین زاهدی فر داور ذخیره بازی با دستور داور چهارم به سمت نیمکت استقلال رفت و کارت قرمز رو مقابل صورت ریکاردو ساپینتو بیرون آورد. ساپینتو بعد از اخراج باید از سمت تونل VIP زمین رو ترک می‌کرد، اما اون برخلاف پیشبینی‌ها در واکنش به هوادارانی که به اون فحاشی یا بطری آب پرتاب می‌کردند، بطری آب رو از روی زمین برداشت و به سمت اونا پرتاب کرد که باعث جنجال زیادی در ورزشگاه آزادی شد. اعتراض کاپیتان استقلال به داور داربی. نیمه اول دیدار فینال جام حذفی در حالی به پایان رسید که اشکان خورشیدی فقط 2 دقیقه وقت اضافی گرفت. همین زمان کم وقت اضافی صدای حسین حسینی رو در آورد. کاپیتان استقلال در حال خروج از زمین داور داربی رو صدا زد و پرسید آقای خورشیدی، با این همه وقفه فقط 2 دقیقه وقت اضافی؟ حسینی در پایان بازی هم به عملکرد داور اعتراض داشت. مصدومیت تصویر بردار صدا سیما به دلیل پرتاب سنگ. نیمه نخست این بازی با اتفاق عجیبی به پایان رسید و سنگ پراکنی طرفداران استقلال به سمت زمین حواشی عجیبی ایجاد کرد. سروش رفیعی در اولین دقیقه وقت‌های اضافه برای ارسال ضربه کرنر نزدیک به سکوهای طرفداران استقلال شد که با سنگ پرونی اونا مواجه شد. رفیعی از محوطه کرنر فاصله گرفت و به داور اعلام کرد که در چنین شرایطی امکان ارسال ضربه رو نداره، که در همین هنگام فیلمبردار تلویزیونی کنار زمین به دلیل برخورد سنگ به پاش روی زمین افتاد.